من دارم دو تا آیه داریم تو قرآن، خدا میگه این کشتی رو نگه میدارم تا مایه عبرت شماها بشه. گفتم قرآن میگه نگه میدارم یعنی چی؟ بگید. نگه میداره، شوخی که نداره که. پس هست، باید برم بگردم. آقا ما شروع کردیم هرچی منابع پیرامون کشتی حضرت نوح بود شخم زدیم خوندن، ادری، آرامی، عربی، فارسی، ترکی، استانبولی، هرچی شما بگید تو امکانش بود و برام فراهم بود، گشتن کتابی بود فلان و به همان اینا. بعد دیدم بله، توی تورات میگه در آرارات این کشتی میشینه، در قرآن میگه بر روی بلندی میشینه، جودی یعنی بلندی. بعد نگاه کردم در ترکیه یه مناطقی هست به عنوان جودو داغه، یعنی کوه چی؟ جودی. الله اکبر، این چه این جوریه؟ بعد گشتم دیدم عجب، ترکا خودشون میگن چی؟ جودو داغه تو قسمت جنوب ترکیه میشه، کشیده میشه تا شرق ترکیه میاد بالا که میشه آرارات، و دقیقا میشه تو 2500-2600 متری مرزمون. با گوگل ارث رفتم اونجا رو نگاه کردم، از بالا کشتی ازتون اومدیم. بعد سرچ انگلیسی و اینا رو که انجام دادم، بله یه گروهی هم رفتن اونجا، یه سری عکس و خدمت شما عرض بکنم، فیلم و این مسائل هم اومدن چیکار کردن بگید، گرفتن از همون جاها. خب اونا رو نگاه کردم، حالا این لپتاپمون پشیمون شدیم وصلش میکنیم. خدمت شما عرض بکنم اگر این اینترنتش اینجا وصل بشه، ما از دانگلا داریم اینو، اگه وصل بشه اینترنت به قولی وایرلس وصل بشه، ما خدمتتون نشون میدم اصلا تصویر شده، تا لپتاپم بخواد بیاد بالا یه نیم ساعتی وقت داریم خیالتون راحت بشه. بعد نگاه کردم دیدم نه، یه همچین جایی هست. قرآن میگه این شد برای من چی؟ اون بچه‌ای که داره چی میگه بگی؟ نه بچه، یه عقل کلی که داره حرف حساب بزنه. حالا کدوم آدم عاقلی با وجود آیه های عذاب و جهنم گناه میکنه و بیعقله؟ قرآن در مورد ولایت امیرالمومنین نمیفرماد شما نمیدونید، میفرماد انتم تعلمون، میگه میدونید، خوبم میدونید. افلا تعقلون؟